روزهای گذشته تدفین اجساد 5 تن از جانباختگان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق در برخی از دانشگاه های ایران اعتراضاتی رو برانگیخت، اما فرجام اون برای دانشجویان معترض بازداشت گسترده بود. همراه همکار عزیزم کوروش صحتی به بررسی این موضوع و ابعاد این قضیه میپردازیم. کوروش، برای تو که فعال سابق دانشجویی هستی، هفته گذشته هفته پرکاری بوده، چون خبرهای بد زیادی رو شنیدی از ایران. بله، من ابتدا یک اشاره بکنم. در برنامه هفته گذشتمون در ارتباط با بودجه مساجدی که تصحیح بکنم که در سال 86 12 میلیارد تومان و در سال 87 5 برابر شده بود که 60 میلیارد تومان بود، که این رو تصحیح بکنم. برای همونجور که اشاره کردی، خب در بخش‌های مختلف خبری هم به این قضیه پرداخته شد و در واقع اعتراض دانشجویان به دفن 5 تن از شهدای جنگ ایران و عراق بود در دانشگاه‌ها، که البته مسبوق به سابقه بوده در سال‌های گذشته در دانشگاه شریف، در دانشگاه آزاد کرج و برخی از دانشگاه‌های دیگه این امر صورت می‌گرفته. اما امسال با توجه به پیامی که آقای خامنه‌ای داد نسبت به در واقع ارج‌گذاری بر مقام شهدا در ایران و خب قبل از اون اعتراضاتی که دانشجویان داشتن و اعلام کرده بودن که دانشگاه‌ها رو تبدیل به قبرستان نکنید، و در واقع بحث اونها این بود که ارزش و احترام شهدا برای ما جاش محفوظ هست، اما محل دفن اونها در دانشگاه نباید باشه، و این امر رو یک سوء استفاده حکومت از خون شهیدان دانسته بودن. این اعتراضات شکل گرفت که در روز تدفین این شهدا حمله صورت گرفت از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای بسیجی و سپاهی که وارد دانشگاه شده بودن، که در واقع 60 نفر از دانشجویان در این حمله مضروب شدن و به در واقع بیمارستان منتقل شدن. و بله، این هم همون روز است که به خوبی مشهود است، صحنه‌های درگیری، و 70 نفر از دانشجویان هم بازداشت شدن. البته 4 تن از اینها در حدود 1 ماه پیش بود که در مقابل مجلس مراسم مهندس بازرگان بازداشت شده بودن از فعالین پلی‌تکنیک، و در میان اون 70 نفر در واقع 32 نفر همچنان در بازداشت هستن، که اسامی 25 نفر از اونها رو خبرنامه امیرکبیر اعلام کرده و 8 نفر از اونها رو اعلام کرده که ما همچنان از وضعیتشون بی اطلاع هستیم. در روز صبح روز گذشته هم آقای احمد قصابان، نریمان مصطفی، مهدی مشایخی و عباس حکیمزاده که دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت هست، با یورش ماموران امنیتی به منازلشون بازداشت شدن و بر تعداد بازداشتی ها افزودن. و نکته دیگه هم این هست که دانشجویان در دانشگاه های مختلف، به ویژه در بیانیه هایی که بود انجمن اسلامی دانشگاه کاشان، قزوین و خود دانشگاه پلی‌تکنیک، اعتراض کردن به این امر و بازداشت گسترده دانشجویان. البته میشه گفت این یک پروژه بوده که امسال با توجه به اینکه دانشگاه پلی‌تکنیک یک نقش عمده در فعالیت‌های دانشجویی داشته و شاهد در واقع فعالیت‌های انتخاباتی هم تبلیغاتی برای انتخابات هم هستیم، این یک نوعی برخورد با در واقع کسانی بوده که بیشترین انتقاد رو به سیاست‌های دولت نهم و آقای احمدی نژاد داشتن، و میشه گفت طبق گفته بسیاری از فعالان دانشجویی به نوعی انتقام گیری از فعالان دانشجویی در ایران بوده. خب به آقای احمدی نژاد اشاره کردی کوروش، در به انتخابات ریاست جمهوری ایران داریم نزدیک میشیم. به نظر میرسه که این برخوردها هرچه به انتخابات نزدیکتر میشیم داره تشدید پیدا میکنه، چیزی که به نظر میرسه در 6 ماه گذشته. خب بله، البته در سالهای گذشته خب دولت‌های پیشین که آقای خاتمی بودن در ماه‌های پیش از انتخابات بر فشار بر فعالین جامعه مدنی افزوده می‌شد. منتها امسال خب شاید یک حالت دوگانه ایجاد بشه، یعنی از الان نیروهایی که فعال هستند در عرصه جامعه مدنی، دانشجویان، زنان و چهره‌هایی که نقش تاثیرگذاری در جامعه دارن، در انتخابات میتونن ایفا کنن، اونها رو دارن سرکوب میکنن و محیط وحشت رو در واقع حاکم میکنن. اما به نظر میرسه که در روزهای منتهی به انتخابات و نزدیکتر شدن خود انتخابات، برای اینکه یک چهره ملایم‌تری از خودشون نشون بدن در اون فضای انتخاباتی، شاید قدری فضا رو آروم‌تر بکنن و ملایم‌تر برخورد بکنن. و خب همین طرحی بود که در وزارت کشور در واقع اعلام شد که در صیانت از حقوق امنیت، صیانت از امنیت اجتماعی که
در ارتباط با طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود که خب یک مثالی از این نمونه ها بود. البته به بحث انتخابات که اشاره کردید، الان خب در اردوگاه اصلاح طلبان که آقای خاتمی و کروبی خودشون رو کاندیدا کردن و خب آقای احمدی نژاد هم که مسلم هست از طرف جناح اصولگرا خواهد بود، اما آقای عبدالله نوری که وزیر کشور سابق دولت آقای خاتمی بود احتمال حضور ایشون هست و دیداری هم داشتن جمعی از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با ایشون و ایشون هم در سخنان خودش اعلام کرد که اگر از طریق اصلاحات و از طریق شرکت در قدرت بتوان به خواسته های مردم رسید، این امر مثبتی است و احتمال حضور ایشون هم داده میشه، هرچند که احتمال رد صلاحیت شدن ایشون وجود داره، اما به اعتقاد برخی از گروه ها مثل سازمان ادوار تحکیم این میتونه یک تحرکی به بخشی از نیروهای سیاسی جامعه بده و اونها حول آقای عبدالله نوری در واقع اعتراضات مدنی خودشون رو شکل بدن، حالا بحث رد صلاحیت پیش بیاد یا بحث پیش از اون. و خب آقای میرحسین موسوی هم صحبت حضورشون هست و یک نکته بسیار جالب هم اشاره کنم، بحث معاون اولیه ریاست جمهوری که امسال به نظر میرسه با توجه به اینکه انتخابات آمریکا و زوج باراک اوباما و بایدن و مکن و پالین این جو در ایران به وجود اومده که معاون اولی هم نقش مهمی میتونه ایفا کنه و همچین بحثایی هم در محافل سیاسی ایران مطرح شده. در اولین بار هستم چه بحثی در مطرح شده؟ خب سالهای پیش هم بوده ولی امسال یک در واقع تمرکز بیشتری رو این قضیه کردن و نقش بیشتری رو میخوان به معاون اول در واقع بدن. خب مرسی کوروش سنتی برای گزارش‌های این هفته.